به نام خدا. سلام دوستان، میخوایم بریم سراغ کمی کار با رشته یا استرینگ در PHP. خب میرم سراغ VS کودم، از این طرف مرورگر رو باز میکنم و برای این کار میرم سراغ اکسپلورر، یک فایل جدید اینجا باز میکنم به نام string.php و روی این میخوام کار بکنم. کد PHP اونجا باز میکنم، برای فضای بیشتر این رو هم اینجا میبندم که فضا بیشتر بشه و یه متغیر به نام str ایجاد میکنم و میخوام در درونش string بنویسم و اکو بکنم. نکته اول در خصوص استرینگ یا رشته این بود که ما استرینگ رو حتما باید داخل دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن یا اصطلاحاً سینگل کوت یا دابل کوت قرار بدیم، که خب میتونم از هر دو مدل اینجا استفاده بکنم و در انتهای عبارت هم سمیکالون رو بذارم. خب میگیم this is text. این از این متن معمولی رو که ما اینجا انجام دادیم. یه رفرش میزنم قسمت پایین‌تر، اکو هم میکنم متن خودم رو و رفرش و استرینگ رو باز میکنم. خب اینجا this is text، درسته متن من اینجا دقیقا داره نوشته میشه و نشون داده میشه. دقت میکنید که ما کلن توی HTML همین داستان رو داریم. اون چیزی که توی سورس وجود داره اون چیزی نیست که دیده میشه. مثلا اگر من اینجا توی سورسم اینتر داشته باشم، اینجا بهش عنوان اینتر ندارم و حتما باید از تگ br استفاده بکنم. و حتی جوریه که اگر من توی این اینتر نداشته باشم ولی تگ بی آر داشته باشم، اینجا اینتر میخوره. پس حواستون باشه اون چیزی که توی سورس ارسال میشه و دیده میشه با اون چیزی که توی نمایش دیده میشه خب متفاوته. به عنوان مثال من اگر اینجا بیام از تگ بی آر استفاده بکنم، اصلا در ادامه بی آر هیچ اینتری هم در کار نیست و تگ بی آر فقط بزنم، نتیجه رو ببینید. خب اینجا دو خط است اما توی سورس یک خط است. پس حواستون به این موضوع باشه، اون چیزی که توی سورس می‌بینید ممکنه با چیزی که توی واقع این قسمت دارید می‌بینید زمین تا آسمون متفاوت باشه. خب همینا میتونه توی دو تگ پی مجزا باشن که خودکار خودش توی بخش نمایشی اینتر می‌خوره و توی دو خط جداگان است. نکته بعدی بچه‌ها این که خب PHP آن چیزی رو به سمت مرورگر میفرسته که اکو شده باشه، حالا هر چیزی باشه. الان اون چیزی که اکو شده فقط و فقط همینه، نه اینتری نه چیزی نه هیچی. اگر شما 1000 خط هم اینجا اینتر بذارید و بعد بگین اکو ایکس، خب این اصلا اینجوری نیست که بگه آقا من کلی اینتر دارم پس اینجا باید کلی اینتر بزنم. نه، PHP اینو اکو کرده، خروجیش اینه، بلافاصله هم ایکسه. یعنی نتیجه میشه چی بچه ها؟ این البته اینو من باید بیارم بعد از اکوی استرینگ. نتیجه چی میشه؟ x بلافاصله بعدش هیچ اینتری در کار نیست. خب قطعا این برام هیچ اینتری در کار نخواهد بود. میبینید؟ پس اینجا حواستون باشه اگر مثلا شما هزاران بار مثلا x بزنید، 1000 خط هم اینتر بزنید، اینجا هیچ فرقی به حال بخش نمایشی نمیکنه. چرا؟ چون PHP صرفا گفته x هیچ اسمی از خط جدید نبرده. خب اگر من بخوام توی خط جدید بفرستم چه جوریه؟ سوال پیش میاد توی خط جدیدی که برای ویو پیج سورس هست میخواین داشته باشین، یعنی اینجا کلیک کراس ویو پیج سورس دادین اینجا میخواین ببینید خط جدید رو، یا نه توی این قسمت میخواین ببینید؟ اگر توی بخش نمایشی HTML میخواین ببینید که خب یا باید توی تگ br باشه که بره به خط جدید، یا مثلا به این شکل هم میتونه باشه. مثلا من اینجا تگ p دارم، اینجا مثلا تکس خودم رو میخوام تگ p ببندم، اینجا هم یه تگ p دیگه باز بکنم، اینجا هم یه تگ p. توی بخش نمایش اینتر میخوره. خب اینتر البته اینتر که نمیشه گفت، پاراگراف جدیده دیگه، توی دو خط مجزاست. اما توی بخش نمایش میبینید پشت سر همه، درسته؟ پس این رو با این اولا باید تفکیک بکنید که این داستانش از چه قراره. اما اگر من بخوام اینجا اینتر بذارم، خب اولین کار و راحت ترین کار اینه که من وقتی که استرینگ خودم رو شروع میکنم اینجا اینتر هامو میام میزنم، میگم که خب اینجا یه اینتر داریم، ذخیره، رفرش، اینجا اینتر رو داریم. اینجا مهم نیست، اینجا بستگی داره HTML چی باشه. شما باز اینجا 1000 خطم توی سورس اینتر داشته باشید اما HTML شما چی رو نشون میده؟ اون چیزی که باید رو نشون میده. پس اینا حواستون به این مورد باشه. خب اگر من هر چقدر اینجا اینتر بزنم، مثلا اینجا بیام یه تب بزنم ایندنت بشه، اینجا هم یه تب بزنم
و رفرش بکنم میبینید اینجا مرتب میشه، اما فرقی با حال اینجا نداره. خب پس یک مدل خط جدید توی PHP برای اینکه ما رشتهمون رو به خط جدید حالا تو این بخش بفرستیم کافیه که همینجا اینتر بزنیم، نیاز به دردسر خاصی نیست. اما اگر اینجا بخوام به خط جدید بفرستیم میتونیم از تگ BR استفاده بکنیم یا در داخل تگ های مختلف اون رو قرار بدیم. خب حالا من میخوام که جداگانه اینها رو بیام و اینتر بزنم، یعنی this is line مثلا this is بزنم، بعدی بره خط پایینی مثلا line 2. بچه ها برای این که من اینو همینجوری بفرستم خط پایین، نکته اول این که این باید در داخل دابل کوتیشن باشه، چون من اینجا میتونم با \n که در واقع نشانگر نیو لاین یا خط جدیده میتونم بفرستمش خط پایین، من تا توی سورس. خب توی HTML کلن بستگی به تگ BR و تگ P و این داستان ها داره، پس کلن به این بخش کاری نداریم. خب حالا من اینو بخوام این کاراکتر بر من عمل کنه، در این حالت بچه ها خودش رو دقیقا داره چاپ میکنه، اما اگر بخوام که این کاراکتر رو به عنوان یک کاراکتر خط جدید بشناسه باید بیام از دابل کوتیشن حتما استفاده بکنم. اینجا خیلی راحت میندازه خط پایینی. خب خودتون هم دارید میبینید که اگر ما اینجا از دابل کوت استفاده بکنیم برای این رشته، خب خیلی راحت میتونیم از این عبارت جادویی استفاده بکنیم که برای خط پایین خودش هم هایلایت میکنه و رنگش رو تغییر میده و من اینجا میتونم یک خط جدید دیگه داشته باشم، بگن لاین 3. میبینید لاین 3 داره کار میکنه. یا مثلا کاراکتر دیگه ای میخوام که بعد از اینکه اینتر خورد این یکم بره تو رفتگی داشته باشه، \t میزنم به معنی تب، میبینید یکم تب پیدا میکنه و میره جلوتر. پس این کاراکترهای ویژه هست که ما میتونیم استفاده بکنیم. معروف ترینشون همون N و T و ایناست که میشه استفاده کرد و حتما هم دقت بکنید که از دابل کوت استفاده بکنید. اگر اینها احیانا سینگل کوت باشن عملا دیگه هیچ ارزشی برای PHP ندارن که بخواد اینا رو تبدیل بکنه به خط جدید یا تب جدید. میبینید دقیقا همون چیزی که هست رو برای شما اینجا نشون میده. پس حتما فراموش نکنید که اینجا حتما از دابل کوت استفاده بکنید. خب دوباره رفرش میکنم میبینید که لاین ها درست شدن. اما ما چجوری از یک متغیر توی یک رشته استفاده بکنیم؟ خب من اینجا نیم خودم رو دارم حامد، اینجا میخوام بگم که سلام فلانی. خب میخوام متصل بکنم، یعنی یه رشته دارم به نام هلو، میخوام اینو متصل بکنم به یک متغیر دیگه یا به یک رشته دیگه. چجوری میتونم این کار رو انجام بدم؟ دو تا کار میتونه انجام بدید. مدل اول و مدل سادش اینه که شما حتما اینجا از دابل کوت استفاده بکنید و در درون این رشتهتون خیلی راحت از متغیر استفاده بکنید. میبینید اینجا حتما دابل کوت باشه، دقت بکنید حتما دابل کوت باشه و اینجا بگین هلو دالر نیم، اسم هر چیزی که باشه. بازم تاکید میکنم اینجا چون ما هنوز ورودی پارامتر از کاربر رو نگفتیم خودمون دستی ست میکنیم. رفرش میکنم، خب اینجا یه خطایی داریم. خطای چیه؟ اینه که حالا در بخش خطا هم تو همین فصل یه توضیح در خصوصش میدم که این چیه، سینتکس چیه و این داستانه چیه. خب سمیکالون رو ما نذاشتیم، رفرش میکنم هلو حامد، اسم هر چیزی که باشه، مثلا یه دی دیگه هم اضافه میکنم، رفرش میکنم هلو فلانی، میبینید هلو فلانی تمام شد رفت. This is PHP course. رفرش، میبینید حامده اینجا هست. حالا من این حامد رو میخوایم هر تغییری که بدیم این هم تغییر میکنه. خیلی راحت متغیر رو در درون رشته ما اومدیم استفاده کردیم. اما مدل دیگه چجوریه؟ خب اینجا چون دابل کوت بود ما خیلی راحت تونستیم از دالر نیم در داخل رشتهمون استفاده بکنیم و متغیر رو چاپ بکنیم. اما اگر سینگل کوت باشه بچه داستانش متفاوته. خب اگر من همین رو دقیقا بیام سینگل بکنم، سینگل کوتش بکنم، نتیجه رو ببینیم، دقیقا همون چیزی که بهش دادیم رو چاپ کردیم، انگار نه انگار که این دالر نیم ما یه متغیره که باید مقدارش رو چاپ بکنه. چرا؟ چون ما بچه ها چیکار کردیم؟ عوض دابل کوت از سینگل کوت استفاده کردیم. دقیقا همین داستان رو ما توی \n هم داشتیم، درسته؟ پس اینجا حواستون به این مورد باشه. خب حالا فرضاً جایی مجبور شدیم از این حالت استفاده کنیم، اینجا با چیکار بکنیم؟ برای اتصال رشته به همدیگه با چیکار بکنیم؟ خب
اینجا بچه ها اتصال به رشته یا اتصال رشته ها به هم دیگه اصطلاحا بهش میگن کانکت کردن، اتصال دادن رشته ها به هم دیگه. خب من یه رشته اینجا دارم، یه رشته مثلا نیم منه، جداگانه است. خب دالر که نتونستم بذارم که نتیجهش میشه این. اینجا باید چیکار بکنم؟ اینجا باید بیام از این رشته بیرون، اینو بنویسم. حالا اینکه چجوری این دو رو به هم متصل بکنم، باید بینشون یک دات بذارم. تمام، داتو میذارم، رشته ها به هم دیگه متصل میشن به همین راحتی. خب در ادامه میخوام باز دوباره متصل بکنم به یه چیز دیگه. This is PHP course، درسته؟ یه رشته اینجا دارم جداست، یه رشته اینجا دارم جداست، یه رشته اینجا هم دارم جداست. حالا این یکی به صورت متغیره. خب کافیه بینشون من دات بذارم که با دات اینا رو به هم متصل بکنم. رفرش بکنم، خب اینجا میبینم که حامد به دیس چسبیده است. کافیه بیام اینجا یه اسپیس بدم و تمام. نتیجه رو ببینید، حامد اینجا جا گرفت. پس چی شد؟ اگر دابل کوت بود خیلی راحت از دالر نیم در داخل رشته استفاده میکردیم، اما اگر سینگل کوت باشه باید به این شکل متصلش بکنیم با دات. رشته ها رو با هم دیگه متصل میکنیم، یه رشته اینه، یه رشته متغیر ماست و یک رشته هم در واقع این متنی که در ادامشه. پس باید بینشون از دات استفاده بکنیم. حالا فکر کنید من یه متغیر دارم به نام مثلا فامیلی، مودی. خب مودیه. حالا میخوام اینجا رشته ای که میخوام چاپ بکنم چی باشه؟ حامد مودی باشه. میتونم بگم دالر، اینجا هم فامیلی، بینشون هم میخوام متصل بکنم با دات، میتونم اتصال انجام بدم و تمام، درسته؟ یه سمیکالون هم فراموش نکنید، با دات انجام دادم حامد مودی. اما یه اسپیس ما بینش لازم داریم، چیکار بکنیم؟ خب پس من اینجا یه استرینگ اسپیس هم لازم دارم، یعنی اینجوری یه اسپیس اینجوری. پس الان یه استرینگ، درسته؟ استرینگ بعدی که در واقع یه اسپیسه و استرینگ آخر که دالر فامیلیه. کافیه بین این و این اتصال رو با دات انجام بدم و تمام. اینجا رفرش میکنم به این شکل داریم میبینیم. پس اینو بهش میگن کانکت یا اتصال رشته ها به هم دیگه. حالا بریم یه چالش دیگه مطرح بکنیم. آقا من میخوام در داخل این دقیقا بگم که، خب مثلا از دابل کود استفاده بکنم، بگم use dollar x variable. آقا میخوام دقیقا بگم که آقا از متغیر dollar x استفاده کن و دقیقا همین هم چاپ بشه، بگه dollar x، نمیخوام مقدارش رو اینجا نشون بده. اینجا ببینه چه اتفاق میفته؟ خطا میده. چرا؟ چون انتظار داره که این متغیر باشه و متغیرش رو پیدا بکنه، ولی متغیرش وجود نداره و عملا هم ما نمیخوایم که وجود داشته باشه، چون دقیقا همین متن من میخوام چاپ بکنم. خب یا میتونم بیام اینجا تبدیل به سینگل کوتش بکنم که عملا دیگه این هیچ کاری برای من انجام نده. خب یا اینکه میتونم از همون دابل کوت استفاده بکنم، ولی این کاراکترهایی که کاراکترهای خاص هستن مثل دالر، برای این کاراکتر خاصه، باعث میشه که به عنوان متغیر بشناستش، باید خونساش بکنم. خونساسازی این کاراکترها کافیه من بگم بکسلش رو اضافه بکنم، این باعث میشه که این کاراکتر بعدی خونسا بشه. تمام، رفرش میکنم، ببینید هیچ مشکلی وجود نداره. اگه این نباشه فکر میکنه که متغیره و اینجا دچار خطا میشه. میبینید من دوباره میذارمش، بکسلش رو میزنم. بچه ها بکسلش حواستون باشه، رفرش میکنم دقیقا خودش رو به من نشون میده. یا من میخوام توی این دقیقا بگم که از مثلا بکسلش ان استفاده کنید، مثلا از این استفاده بکنید، رفرش. خب اشتباها خودش میاد ترجمهش میکنه، میگه خب بنداز خط پایین. چرا؟ چون دابل کوت استفاده کردم. اینجا هم میتونم یا سینگل کوت بزنم یا اینکه بیام این رو خونسا بکنم. چجوری خونسا میکنم؟ کافیه یه بکسلش قبلش بزنم، این باعث میشه که خونسا بشه و دقیقا خودش رو بر من نشون بده. دقیقا برای تب هم همینه، اگر تب بذارم اینجا یه تب میخوره، یه فاصله بینش ایجاد میشه، اما اگر بخوام دقیقا همین بکسلش تی رو نشون بدم، باید از علامت خونساسازی کاراکترهای ویژه استفاده بکنم که همون بکسلشه. یا مثلا یه کار دیگه، من میخوام اینجا از این نقل قولی استفاده بکنم، از این اسمی استفاده بکنم، مثلا بگم use x. خب میخوام بگم که دقیقاً x و دابل کوت هم باشه و همون دابل کوت چاپ هم بشه. اگر من اینجا رفرش بکنم خب به مشکل میخوره، انتظار این رو نداشته. چرا؟ چون اینجا با دابل کوت شروع شده و اینجا هم دوباره دابل کوت، این فکر میکنه که تموم شده و بعد میبینه یه دفعه x اومده. خب اینجا قاطی میکنه.
باید چیکار بکنم؟ آقا من منظورم از این دابل کد انتهای این رشته نبوده. خب دقیقا تو خود رشته میخوام جاش بدم، باید این رو خونسا بکنم چون یه کاراکتر خاصه دیگه، باعث میشه که مفسر پی اچ پی فکر کنه این رشته تموم شده. میام خونساش میکنم، بک اسلش رو میذارم یکی این و برای اون یکی اونوریش هم میذارم و تمام. ذخیره رفرش دقیقا خودش رو داره نشون میده. برای سینگل کوت هم بچه ها دقیقا همینه. اگر من بگم مثلا یوز مثلا x اینجوری بذارم، میخوام اینو دقیقا نشون بدم. خب اینجا قطعا به من خطا نشون میده، اما اگر بخوام خونساش بکنم میتونم اینجا از این خونساسازم استفاده بکنم و اینجا خیلی راحت این رو بنویسم. خب حالا یک مرور برای داستان HTMLش. خب من اگر بخوام فقط اینجا اکو بکنم، مثلا یه HTML میخوام اکو بکنم، قسمت پایین اینم ببندم. بچه این نکته رو همینجا من بگم چون ممکنه که دیده باشید و دوچار سوال شده باشید یا سوال شده برشه براتون. ببینید شروع PHP با خودتونه و به هیچ عنوان قبلش هم هیچ اینتری نزنید. چرا؟ چون اگر من اینجا اینتر بزنم به صورت ناخودآگاه اینجا اینتر میخوره و این اصلا خوب نیست. گاهی دوچار مشکل میشید که اصلا نمیفهمید از کجا دارید میخورید. پس تأکید من اینه، تأکید میکنم که حتما اگر این فایل شما PHP هست به هیچ عنوان قبل از این حتی یک اسپیس هم نذارید بچه ها. مثلا من اینجا اکو بکنم مثلا اینو، حتی اینجا اسپیس هم نذارید چه برسه به اینتر. میبینید یه اسپیس اینجا داریم. این کاراکتر اضافه ای که دیده هم نمیشه ممکنه براتون مشکل ساز بشه. پس حتما حواستون باشه بلافاصله اینجا اینو شروع بکنید و نه اینتری باشه و نه اسپیسی. خب حالا اینجا من میگم اکو بکنه مثلا یه یو ال رو، بعد اینجا میتونم بگم اکو بکنه یه ال آی رو و خب اینجا متغیر دارم، دالر نیم من مثلا حامده، همین حامد هم کفایت میکنه. خب میخوام متصلش بکنم، میتونم همینجا هم بگم از دات استفاده بکنم که کانکتش بکنه و متصلش بکنه و اینجا هم ببندمش، یا اینجوری میتونم استفاده بکنم، یا اینکه بیام از چی استفاده بکنم، از دابل کوت. یه ال آی دارم، اینجا هم ال آی من بسته است و اینجا از دالر نیم استفاده میکنم، اکو یو ال من اینجا چاپ میشه. نتیجه رو ببینیم، نتیجه میشه دقیقا یک یو ال آی که وقتی که من اینسپکت میکنم اینجا برای من مرتب داره نشونش میده و هیچ مشکلی نداره. البته یو ال من نبستم اینجا و هیچ مشکلی نداره، درسته؟ اما توی سورسش چی میبینیم؟ پشت سر هم به این شکل. اگر میخوان اینجا مرتب باشه کافیه بعدش علامت اینتر رو اینا هم استفاده بکنید. حالا اینتر رو چجوری میشه استفاده کرد؟ خب من بیام اینو تبدیل به دابل بکنم و بگم بک اسلش ان. خب دقیقا کپی بکنم برای پایینی هم همین داستان رو داشته باشم، یو ال بسته. اینجا هم در انتها بگم بک اسلش ان. اگه میخوام خیلی خوشگل و مرتب باشه میام قبل این یه بک اسلش تی هم میذارم. بستگی داره به اینکه سورستون رو چقدر بخواید مرتب نشون بدید اون طرف، چون که به نظر من زیاد اهمیتی نداره، مهم مرورگره که در هر صورت این رو میفهمه. ما دیگه کد اضافه برای این ننویسیم. پس حواستون باشه چیزی که در سمت سورس دیده میشه متفاوت از چیزی که اینجا هستش. این جداست و این جداست. یه کار دیگه هم میشه کرد اینجا برای یه مرتب سازی، میتونیم مثلا این کارم انجام بدیم. گاهی از تورفتگی در این قسمت هم میشه استفاده کرد که گزینه بهتریه.